ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده برای یک مأموریت دیپلماتیک در شرق میانه، جنوب آسیا و اروپا وارد ریاض مرکز عربستان سعودی گردید. در آغاز این سفر آقای تیلرسون توجه را به مناقشات در عراق و سوریه و کاهش نفوذ ایران در منطقه معطوف می‌دارد. آقای تیلرسون پس از ورود به ریاض با حیدرالعبادی صدر اعظم عراق و شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. در این سفر آقای تیلرسون در جستجوی طرق برای بهبودی روابط بین عربستان سعودی و عراق خواهد بود. تلاشی که تیلرسون برای ماها به منظور کاهش نفوذ روزافزون ایران در عراق و ترغیب بغداد برای نزدیکی روابط با عراق صورت گرفته است. وزیر خارجه آمریکا هنگام بازدید از پاکستان و هند روی استراتژی رئیس جمهور ترامپ در جنوب آسیا تاکید می‌کند که بخش عمده آن تلاش‌های مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان و پاکستان خواهد بود. ایالات متحده اخیراً هند را من حیث شریک عمده دفاعی خود معرفی نمود. شراکت استراتژیک به نفع هر دو جانب. ریکس تیلرسون در بیانیه روز چهارشنبه قبل گفت اداره رئیس جمهور ترامپ متحد است تا روابط خود را با هند به صورت قابل ملاحظه عمیق سازد. این در حال است که پاکستان رقیب جیوپولیتیک هند در مورد بهبودی و تقویت روابط بین هند و ایالات متحده شک و تردید دارد و همچنان انتقادات ایالات متحده را در مورد ارتباط پاکستان با گروه های دهشت افغان رد می کند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.